با درود خدمت شما من شهریار توکلی هستم مدیر وبسایت ترنگل با مجموعه آموزشایی که چطور با جمله یک فروشگاه آنلاین رو اندازی بکنید در خدمت شما هستم در آموزش قبلی ما در این مورد توضیح دادیم که کدوم فروشگاه ساز رو ما قرار آموزش بدیم و همینطور که چرا باید فروشگاه سازی رو تحت این عنوان انتخاب بکنیم و باید به چه مواردی هم قبل از ارائه یک سایت مشترک یا برای خودمون که می‌خوام سایتی رو بالا بیاریم باید توجه بکنیم قبل از اینکه این, این آموزش رو ببینید من حتما ازتون خواهش میکنم دوباره به بخش بلاگ برید و اگر آموزش جمله رو ندیدید اون آموزش ها رو ببینید اگر تسلط دارید خب مشکلی برای شما وجود نداره ما افسونه ایشاب رو از شرکت سازنده خریدیم و اون رو روی جمله رو نصب کردیم این افسونه روی جمله سه نیم هم تست شده و هیچ مشکلی نداره خب وقتی که شما وارد قسمت فروشگاهی این افسونه میشید با چه محیطی برخورد خواهید کرد؟ این محیطی که هم میبینید بخش اطلاع رسانی خیلی خوبی رو برای شما فراهم میکنه و هم میتونه به شما کمک بکنه که یک اطلاعات خیلی کوتاهی رو طبق یک ماه یا یک روز تعیین شده در افسونه به شما نمایش بده که همون داشبورد مدیریت هست اگه بخوایم که به سری از امکانات به صورت گذرا توجه بکنیم این فروشگاه ساز هر چی که هست همین جلوی چشم شما قرار داده و این خودش باعث یک رابط کاربری خیلی مناسب میشه به عنوان مثال که در این بخش ما قصد داریم که یک توضیح کلی در مورد این فروشگاه بدیم قسمت کاتالوگ که شما میتونید دسته ها که همون مجموعه های شما هستن و میتونید محصولات رو مجموعه کنید خود محصولات خصوصیات میتونید برای محصولات قرار بدید خصوصیات میتونید گروه بندی بکنید شما میتونید گزینه هایی رو برای محصولات رو خودتون قرار بدید و اون رو قابل انتخاب بذارید شما میتونید برند یا کارخانه که ساخت که برای شما این محصول رو درست کرده اگر محصول از طرف شما نیست و دارید شرکت متقابل میفروشید قرار بدید و دسته بندی مناسب بکنید میتونید بررسیار نظراتو نظرات رو کلا کنترل بکنید برچسب ها میتونید برای مسائل بزنید و خیلی از مشکل من دیدم که برچسب ندارم متاسفانه و, و میتونید کلی فایل‌های های دانلودی رو پیگیری بکنید در قسمت پلاگین که همون قبلا گفتم که از ویژگی هست ها، ویژگی این هست شما میتونید قسمت پرداخت ها رو در پیش رو داشته باشید و حمل و نقل که مربوط به مراحل ارسال و درگاه پستی است یا که بعد براش پلاگینای بومی داشته باشید که ما برای پست پیشتاز و پست سفارشی و همینطور امانت اداره پست اومدیم و افسون نوشتین به شما میتونید در قسمت فروشگاه اونها رو دریافت بکنید در قسمت همینجا میتونید برایش تم و غالب درست بکنید برای افرادی که توسعه دهنده هستن در قسمت فروش شما میتونید کلی سفارشات رو ببینید مشتریانتون رو ببینید مشتریان مشتریشون کلا متصل به جمله هستن و وقتی که مشتری بیاد و اطلاعات خودش رو در داخل افسون تکمیل کنه مثل اطلاعات پستی و غیره جز این مشتریان هم میاد شما میتونید گروه بندی بکنید حتی مثلا گروه های رو شما درست میکنید به عنوان مشتریانی که از شما عمده خرید میکنن یا مشتریانی که به عنوان که سفارشی تر هستن از دیگر مشتری ها شما میتونید کوپن درست بکنید و کوپن ها رو دسته بندی بکنید شما میتونید فیلد درست بکنید حتی برای محصولاتتون فیلد های مختلفی که در وقتی که میخواید یک بذارید استفاده بکنید نقل ها و اطلاع رسانی ها و همینطور میتونید تخفیفاتی رو هم قرار بدید در قسمت سیستم شما میتونید پیکربندی کامل سیستم رو در پیش بگیرید میتونید کشور اضافه کنید ارز و وضعیت موجود رو که ببینید محصولات به چه وضعی هستن وضعیت سفارش ها رو میتونید پیگیری بکنید اینا همه موارد هست که شما میتونید اینا رو پیکربندی بکنید شما میتونید تمام موارد مربوط به عکس رو کنترل بکنید مناطق و همینطور مناطق جغرافیایی رو کلا لیست بندی بکنید اگر چندین کشور میفروشید و میخواید که تمام موارد مالیاتی و مواردی که مربوط به ارسال پستی هست رو پوشش بدید نرخ مالیات ها پیام ها پیام هایی که از طرف کاربران دریافت میکنید شما میتونید حتی داخل این افسونه ترجمه های این افسونه رو دست بزنید و میتونید از تنظیمات یا بخش های مختلفی از این افسونه خروجی بگیرید و یه سری از ابزارها هستن که ما در ادامه در موردشون صحبت میکنیم از جمله میگریشن یا همون انتقال از فروشگاه ساز وی به فروشگاه ساز ایشاپ هست در قسمت گزارش ها که خب میتونه یه مواردی باشه که برای افراد خیلی مهمه است شما برای مدیران مخصوصا سفارشات کلی سایت رو ببینید مشاهده محصولاتتون و خریدهایی که از شما انجام شده این بخشی هستش که به کلی این افسونه داره این افسونه در دو بخش مدیریت و بخش سایت ساخته شده مثل خیلی از افزونه ها و به واسطه منوهای جوملا برای کاربر که میخواد این مطالب رو ببینه و یا محصول رو ببینه سفارش سازی و ساخته شده و بهینه گشته این افزونه فعلا در آخرین نسخه خودش نسخه دو سف هست و داره کار میکنه و ما هم در این نسخه داریم فعالیت میکنیم بریم در قسمت هلپش ببینیم چه چیزی داره این سری اطلاعات هم که در قسمت هلپش برای شما قرار داده شده که از شما درخواست میکنه که اگر مشکلی داشتید یا غیره از اون استفاده کنید دو ص دو که آخرین نسخه ای است که تا حالا منتشر شده خب در آموزش بعدی ما به سمت این خواهیم رفت که چطور بیایم و یک محصول و یک مجموعه ای رو درست بکنیم و شروع بکنیم به قرار دادن محصولات داخل وبسایت با تشکر شهریار توکلی